در بخش سرخط امروز آقای داوودشاه بابور مهمان ما هستند، رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی. بحث بیشتر با امل جان، شما میتونید تماس بگیرید. بله، و مریم جان، ما امروز بحث بیشتر در رابطه با تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت دفاع افغانستان و وزارت معارف افغانستان امضا شده میخواییم که بیشتر صحبت داشته باشیم. ولی بیشتر از 2200 مکتب خصوصی در افغانستان فعالیت دارد. طی سالهای گذشته در پی سقوط حاکمیت طالبان فعالیت مکتب‌های خصوصی در سراسر افغانستان افزایش یافته و هر سال جاذبه‌های بیشتری پیدا می‌کند. امروز مهمان ما هم آقای داوود بابور، رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی افغانستان، اینجا مهمان ما هستند. سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدین آقای بابور. تشکر، سلامت باشید. بین در رابطه با تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت معارف افغانستان و همچنان وزارت دفاع ملی افغانستان امضا شد، بیشتر صحبت‌های شما را بدانیم که چی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سالهای قبل ما با منصوبین وزارت دفاع و اطفال خیابانی یا والدین که کم اقتصادشان خوبتر نبود، ما به شکل پراگنده اطفال زنا را هم جذب میکردیم، بعدش سکالرشپ میدادیم و بعدش تخفیف میدادیم. اما سه ما قبل وزیر معارف و ما یک پیشنهاد کرد که بیاین همیرا همگانی بسازیم و اگر مکاتب حاضر باشند دو طلب برای منصوبین وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت امنیت و اطفال خیابانی که کسانی که جان خدا فدای وطن کردن و اطفالشان حس محرومیت نکنه و به مثل پدرای خود اینا هم قهرمان ها تربیه شوند، اگر مکاتب حاضر باشه سکالرشپ و تخفیف بده. اما با این تخفیف برشان داده میشه یا به طور رایگان شامل مکاتب میشه؟ بسه کتگوری است. ما نشست هایی که با منصوبین مکاتب خصوصی داشتیم در شهر و ولایت، اونا بسیار با کامل میلی را پذیرفتند و این را حتی استقبال کردن و همکاری کردن. تانستیم که در کمپاین 15 روزه 14,000 تخفیف بتیم برای منصوبین وزارت دفاع و داخله و اطفال خیابانی و 1,081 نفر رایگان، یعنی سکالرشپ دائمی بتیم. کیا شامل کتگوری رایگان بودن؟ اطفال 1,081 نفر رایگان برای شهداست و تخفیف برای منصوبین وزارت دفاع کتگوری مختلف داره، برای افسرها تخفیف 25% است و برای سربازا 50% است. اطفال خیابانی هم شامل این تفاهم‌نامه با وزارت معارف میشه؟ بله، بله، یک تعداد، یک مقدار زیاد. خب مکانیزم توزیعش به دست وزارت معارف و وزارت دفاع است. هنوز یک چیزی که تصریح کنم، این تفاهم‌نامه به امضا نرسیده، لیستای ما در حالت جمع‌آوری است. تعهد ما به وزارت دفاع و وزارت معارفی بود که 20,000 نفر امسال برتان تخفیف و سکالرشپ میتیم که توانستیم 15,000ش از کابل جمع‌آوری کنیم و در 8 ولایت دیگه هم انقریب لیستای زونا میاند که شاید این ارقام تا حدود 20-25,000 تکمیل شود. بله آقای بابر، در رابطه با گرفتن فیس و پولی که به خاطر امتحان گرفته میشه، یکی از دوستای ما پیام فرستاده بود، گفت باید که امتحانات در 21 قوس تمام میشد. بله. ولی تا هنوز از بعضی مکاتب گرفته نشده و در صورت هم از یک تعداد مکاتب قرار است که امتحاناتشان خلاص شود و اونا فیس بسته مای خود گرفتن، حتی فیس موتر هم گرفتن از شاگرده. خب یک چیزی که خدمت بیننده های شما بگویم، تمام مکاتب ما در ابتدای سال یک بسته سالانه خود دارند که در طول یک سال اینا چقدر فیس میگیرند و کدام خدمات برای اطفال انجام میدن. اکثرا تشویشی که نزد والدین است از سال تعلیمی هست. یک چیزی که روی شعال فعلا کار میکنیم، در مقرر مکاتب خصوصی آمده که فیس مبلغی است که در جریان یک سال تعلیمی از نزد شاگرد اخذ میگرده. این به یک تناقص تبدیل شده. به تعبیر مکتبدارا میگن سال تعلیمی سال ما سالی است که 10 ماره یا 9 ماره در بر میگیره
که بعد از ختم امتحانم برنامه های جدول هستم و امتحان های مشروطی است، امتحان های مزرعتی است، امتحان های سامه است و این امتحان ها هم میشن و ترتیب جدول است. اما والدین یک تشویش دیگر رو مینا میگن که سال تعلیمی 180 روز، ما امسال سال تعلیمی امسال ما 181 روز است که این 6 ماه میشه. اگر این محاسبه کنین 181 روز 6 ماه میشه. اونا میگن ما از روزایی که اطفال ما درس میخونند از اون روزها فیس میپردازیم. یک چیزی که ما ایره تصریح کردیم برای سال آینده، کمترین سال تعلیمی در افغانستان است. نصاب پیچیده است، حجم کتاب زیاد است، مضامین زیاد است و شما هم شاید حالی بودین با حضور داشت معاون سبه دوم ریاست جمهوری روی نصاب بازنگری میشه. خوشبختانه برای هموطنان خود مجده میتم که برای سال بعدی ما یک نصاب، یک پکیج بسیار خوبی داشته می باشیم و سال تعلیمی ما هم زیاد میشه. یعنی امکانش میره که سال آینده ما از 15 هود مکاتب آغاز کنیم و امتحانه ما در 15 قوز باشه که 10 ماه را در بر بگیره و تشویش فیز برای نزد والدین ما حل شود و مشکل مکاتب ما حل شود. یک نگرانی که نزد والدین متعلمین هستی است که فیس امتحان، آیا فیس امتحان گرفته میشه از متعلمین؟ خب به مقدار 500 افغانی هر شاگرد باید فیز امتحان بپردازد. خب فرق میکنه. به اصطلاح یک مثال دادم میتونم. بانک تا بانک است، رسانه تا رسانه هست. همین لحظه که در استودیو شما ما قرار دارم شاید کم نظیر باشه رسانه های افغانستان. فرق میکنه. حرف از فیروزات نفس مکریان میشنویم؟ نه، حرف از خدمات است. حرف از خدمات است. خدمات مکتب تو مکاتب ما داریم که هر ماه امتحان میگیره و امتحان مصارف خود تبند داره. خب میشه تماس از فیروزه جان وصل بسازین. سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدین. بله سلام علیکم ایمال جان، صبحتان بخیر، خوب هستین؟ تشکر. میشه سوالتان مطرح بکنین؟ ما از مکرویان چهار به تماس شدیم بلاک افت. بله. ما در موارد مکاتب خصوصی شمس لندن، بله، فیس ما را در اول ما پیش است که فیس دوره شوه ما را روز ما را بد میکنن، ما را بتنگ میکنن که فیس را نمیپردازی. وقتی که ما فیس پرداختیم همتان اولادا را یک روز گذشته در این هوای سرد، در این هوای آلوده، یک روز بعد، دو روز بعد یا وقفه دارن. بله. و دوم دیگه همی از وزارت معارف که تشریف آوردم میمان برنامه تان، فیس از یا بسیار بلند است، خصوصا همی کتاب های ازی میگه دیگه جای فروخته نمیشه. ما که میریم در داخل خود اداره که بریم کتاب بخریم، فیس پول کتابش بسیار بلند است. یک آدم که مثلا مامور باشه، معلم باشه، خانه کرایی داشته باشه، چه قسم پرداخت پول کتاب ازی را کنه یا فیسشه؟ بله، بسیار تشکر. یکی از هموطنان ما از چهل ستون هم بر ما پیام گذاشته بود که فیس هم پرداخت کردیم ولی ما فیس امتحان پرداخت نکرده بودیم. شاگردای ما را حتی از سنه امتحان از مکتب کشیدن و حرف شما برای این مادر ما چیست؟ خب یکی فیس ماهوار است، فیس تدریس است، یکی فیس امتحان است، فرق میکنه. بله. فیس تدریس فیسی است که یک شاگرد در طول یک ماه درس میخونه، اما فیس امتحان فیسی است که ببینید در مکتب دولتی و خصوصی فرق چیست. در مکاتب دولتی روی تخته روی نویس میشه، کاغذ خود شاگرد میاره، قلم خود شاگرد میاره، پارچه امتحان خود شاگرد میخره، اما در مکاتب دولتی تمام در مکاتب خصوصی تمام خدمات خود مکتب مهیا میسازه. ورق امتحان میته، سوال چاپی است و تمام امکانات برش فراهم میکنه، حتی پارچه از طرف خود اداره مکتب برشون داده میشه، محفل گرفته میشه و برای شاگردایی که درجه خوب گرفتن روزونا هیواردا داده میشن، جوایز داده میشه، تحفه ها داده میشه، کلش تمامش هزینه داره. بله. و این سر روی شاگرد تاثیر مثبت داره. یک چیزی که خدمت بیننده های خود بگویم، ما ببینید ما دو بخش داریم، دولتی غیر دولتی. بله. خانوادهایی که اقتصادشون خوب نیست میتونن به مکاتب دولتی برن، هیچ فیس نپردازن. مکاتب خصوصی برای خانواده هستند که اقتصادشان بهتر است، خوبتر است
میتونن که اطفال خودم مکاتب خصوصی برند، باید والدین این فرق داشته باشند. و در ایسی امتحانشان گفتند که یک روز رخصت است، یک روز بله. رخصت است. ما مزامین سختی داریم، برای مزامین سخت خود یک روز نزد هموطنهای ما که ما توان از این را داریم که شاگرد اطفال خود روان بکنیم برای مکاتب، ولی سوال اینجاست که پول اضافی چرا بعضی از مکاتب از این شاگرده عقص میکنند؟ در هیچ مکتب پول اضافه عقص نمیشه. ما فقط 2% داریم، فیس ماوار داریم و فیس امتحان داریم. بلد. و فیس امتحان هم اکثرا مکاتب نمیگیره، تعداد کم میگیره. اون مکاتبی میگیره که گفتم امتحانای تست دارن، امتحانای یا به اصطلاح عام ما شما امتحانای ماوار دارن. بله. گفتین که پول اضافی نمیگیرن. یک پول که میان داخله میکنن. پول دیگه هم باید در ما در امتحانات باید فیس بپردازن. یک ورق در حدود زیاد هم قیمت تمام شود 2 افغانی 3 افغانی تمام میشه و این پول چرا بعضی از مکاتب وزارت معارف میگه که هیچ مکتب اقضی را نداره که پول فیس عقص بکنه از شاگرد؟ خب نظر به قانون وزارت معارف حق مداخله را در فیس نداره، در هیچ جا نداره، بازار آزاد است و وزارت معارف نمیتونه که نظارت بکنه از مکاتب. نظارت میتونه در بخش تدریس، نظارت میتونه در بخش کیفیت، نظارت میتونه در بخش سویه معلم، نظارت کرده میتونه در بخش عرضه خدمات نظارت، اما در ایسی فیس، در ایسی فیس در بلکه در وزارت در بخش تعلیمی در هیچ نهادی دولت حق مداخله را نداره. آقای بابر اتحادیه تیمی داره که نظارت بکنه از مکاتبی که در کابل در ولایت های افغانستان هستند؟ بله. ما صدای ملت و صدای شکایت های والدین هم میشنویم، به گوش مقامات وزارت و مکاتب خودم میرسانیم، دیسی مشکلات شما برایشان همکاری میکنیم. بله خیلی هم سپاسگزار هستیم از حضورتان و دوستایی هم که سوال دارن در رابطه با مکاتب خصوصی میتونن که سوالات خود مطرح بکنن و ما سوالات شما را گرفته با آقای بابر شریک خود ساختیم. روزهای آینده هم صحبت های خود داشتیم در رابطه با مشکلات مکاتب خصوصی. بسیار تشکر آقای بابر. تا فردایی که دوباره برمیگردیم همیتون رو بالای یک توبی هم تا میسپاریم. سبز بمونید. سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.